دوستان گرانقدر به درس روز 44 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. البته ورژن 2021. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس روی مینوی انوینتری صحبت میکنیم. روی مینوی کستومرز، وندرز و امپلویز با تفصیل صحبت کردیم. امروز درس ما در مینوی انوینتری است. در مینوی انوینتری زیادتر کمانداره که شما میبینین تکراریست، مثلا آیتم لیست که شما اینجا میبینید، ما شما در مینوی کستومرز اینجا میخواندیم، در مینوی لیست میخواندیم. خب هر صورت اونو کماندهایی که تکراریست فقط یک مروری خلاص رویزو میکنیم و کماندهایی که تکراری نیست به تفصیل صحبت میکنیم رویزو. در مینوی انوینتری اولین کمانده که شما میبینید با ما به نام انوینتری سنتر یاد میشه. اگر شما باید داشته باشین اینمی کماندی سنتر که است دمینوی امپلوی، دمینوی وندر، دمینوی کستومرز. درسی ازی بود که دمینوی کستومرز به نام کستومر سنتر یاد می شود، دمینوی وندر به نام وندر سنتر یاد می شود، به نام د امپلوی که است به نام امپلوی سنتر یاد می شود، دمینوی انوینتری که است به نام انوینتری سنتر یاد می شود. وقتی که روی ازی ما شما کلیک کنیم، چیزی معلومات، چیزی انوینتری که در برنامه کویک بوکس ما شما درج کرده باشیم مکمل زوره برای ما اینجا نشان میده. یعنی از الف تا یا معلومات راجع به اینوینتری اگر خود بخوایی دریافت کنی، اینوینتری که شما در برنامه کویک بوکس رو ایجاد کردین یا استفاده کردین دیجا برای ما معلومات میده. اول خب برای ما میگه اکتیف اینوینتری خودت که است، اینمی اینوینتری فعلا جور کرده گیسی. اینوینتری ما شما از کجا جور میکردیم؟ در مینوی لیست، در آیتم لیست که میامدیم، در اینجا رایت کلیک میکردیم، نیو که انتخاب میکردیم، در اینجا انوینتری پارت، انوینتری اسمبلی، نان انوینتری سرویس آیتم، کلش در اینجا ما شما جور میکردیم. در اینجا برای ما امو انوینتری را فقط نشان میده، سرویس آیتم نشان نمیده. انوینتری فعلا است، میبینید اکتیف انوینتری. روی هر کدام از این انوینتری که ما شما کلیک کنیم، دی طرف کس به تفصیل برای ما معلومات میده. مثلا اگر شما متوجه باشین وقتی که روی دل کیبورد ما کلیک کنم، برای ما میگه دل کیبورد که هست بیادر به خودت که هست مثلا به این قدر تمام شده و که میفروشین 250 افغانی را میفروشین. در اینجا مکمل معلوماتش میده برای ما. اینوینتری ایتم که انتخاب کردی نامش دل کیبورد است، دسکریپشنش دل کیبورد است، واحد اندازگیری یا یونیت آف میجرمنتش ایچ است، اوریج کاست یعنی به خودت به 150 تمام شده، سایستا به مو شکل سلز پرایس شه برای ما نشان میده بچان ایره میفروشین، به مو شکل ری آرڈر پوینتش نیستا، کوانتیتی آن هند کس 20 تن است، یعنی فلن پیش ما 20 تن است، کوانتیتی آن سلز آرڈر صفر است، کوانتیتی آن پرچیز آرڈر صفر است، به مو شکل دیگه معلومات. اویلیبل کوانتیتی هم برای ما نشان میده که 20 تن است. خب در اینجا برای ما مو ترانزکشن هایی که مربوط به اینمی انوینتری میشه که ما انتخاب کردیم برای ما نشان میده. برای ما در اینجا اگر کویک ریپورت خواسته باشی از این طریق میتونی کویک ریپورت اینمی انوینتری را شما بدست بیارین. به مو شکل میتونی از همین قسمت که هست یک انوینتری را، مثلا اگر 1000 انوینتری در اینجا پیش ما باشه، اگر تو بخوای یک انوینتری مشخصا شما سرچ کنی، از این طریق سرچ کردن میتونی. خب ای بود امره ما شما انوینتری سنتر. یعنی در انوینتری سنتر ما راجع به هر انوینتری به تفصیل معلومات دریافت کرده میتونیم، مثل کستومر سنتر و وندر سنتر و امپلوی سنتر. کماند دیگه که است به نام آیتم لیست است، تمام آیتم هایی که اگر او سرویس آیتم باشه، انوینتری پارت باشه، نن انوینتری پارت باشه، چیزی که باشه از طریق آیتم لیست ما اضافه کرده باشیم در اینجا برای ما نشان میده. این شما میبینید اینمی آیتم لیست هایی است که ما شما در برنامه کویک بوکس اضافه کردیم. به مو شکل امروی ما شما نیو اینوینتری آیتم، اگر خواسته باشی یک اینوینتری آیتم جدید جور کنی یا اسمبلی آیتم جدید جور کنی، از این قسمت ما شما میتونیم از این کماند نیو اینوینتری آیتم. مثل که ایره ما شما اگر باید داشته باشین در مینوی لیست، در آیتم لیست هم خواندیم که وقتی که رایت کلیک میکردیم نیو انتخاب میکردیم، در اینجا برای ما میگه که اینوینتری پارت جور میکنی یا اینوینتری اسمبلی جور میکنی. ایره ما شما قبلا صحبت کردیم. خب بازم اگر خواسته باشیم که مثلا ما یک اینوینتری رو جور کنم، میام در اینجا میگیم نیو اینوینتری. به طور مثال اینجا شما ببینید اینمی ها کلش که میبینید شما امرای ما شما آیتم هایی است که در اینجا ما اضافه کنم. در این بعض آیتم ها که هست مثلا سرویس آیتم هستن،
و بعضی آیتم های قسم است که مثلا اینوینتری است. مثلا این را که شما ببینید اینجا در تایپ سی بین ای سرویس آیتم تا از اینجا تا اینجا سرویس آیتم هستم برای شما، از اینجا تا اینجا که هستم برای شما اینوینتری پارت است با مو شکل دیگه. خب ما چه میکنم؟ میام در اینجا میگم که یک دانه نیو اینوینتری آیتم جور میکنم. وقتی که این را کلیک کردی مستقیم برای ما بخشی ایجاد کنه، بخشی که از اونجا ما شما میتونیم که اینوینتری پارت اسمبلی چیزا رو جور کنیم او را برای ما باز میکنه. من خب تیار اینوینتری پارت خودش انتخاب شده است، اینجا میام نام مو اینوینتری پارت نوشته میکنم. مثلا ما یک اینوینتری جور میکنم، نوشته میکنم دل لاتیتیود، لپتاپ خود ما که هست لاتیتیود 54 80 اسکرین، بینمی لپتاپ ما که مثلا سکرین کار دارم اون طرف مدلش نوشته کردیم. اینمی معلومات که نوشته کرد اینمی را کاپی میکنم، دو پایین دینجا پیست میکنم و دا ای طرف خودش میه. یونیت آف میجرمنتش که از ایچ انتخاب میکنم، کاستش نوشته میکنم مثلا این برای ما میه با 2000 افغانی و سل پرایس که هستا میگم نوشته میکنم که 2400 دیره پس ما میفروشم. خب اتوماتیکلی چه کاست آف گود سولد اکاونت انتخاب شده گیستا، در اینجا یک اکاونت باید ما شما داشته باشیم به نام سیلز، چیزی را که میفروشیم باید با این لینک باشه. کوانتیتی آن هند داری نداری، اگر از این قبلا هم پیشتا هستا میتونی رو نوشته کنی تعداد زیر دیجا، میگم نه فقط اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردین شما ببینین اگر آل ما شما بیم در مینوی اینوینتری در آیتم لیست برم اونمو آیتم در اینجا امرای ما شما اضافه شده دل لاتیتیود 54 80 سکرین از امی لپتاپ سکرینشه و تایپ ایزی که هست اینوینتری پارت است، اکاونت کی با او لینک است، سلز است، توتال کوانتیتی آن هند ما زیرو است، یونیت آف میزرمنت که است ایچ است و پرایسی که ما میفروشیم 2400 است. یعنی هدف میست که از قسمت و ما میتونیم که یک اینوینتری آیتم اضافه کنیم، مثل که ما شما در منوی لیست از طریق آیتم لیست اضافه میکردیم. کمانی دیگه که هست به نام نیو اسمبلی یاد میشه. اسمبلی آیتم خب ما گفته بودیم که اگر اسمبلی آیتم به خاطر چی استفاده میشه، مثلا اگر یک کمپلیت سیستم ما جور میکنیم که دو کمپلیت سیستم یک مثلا مانیتور هم هست، سی پی یو هم هست، هارد دیسک هم هست، سی دی روم هم هست، رم هم هست، پروسسور هم هست، کیبورد هم هست، ماوس هم هست، باز ما شما از این اسمبلی استفاده میکنیم. اسمبلی یعنی چیزی که از طریق از وسیله با استفاده از اینوینتری پارت ما جور میکنیم. مثلا خود کیبورد یک اینوینتری پارت است، ماوس اینوینتری پارت است، سی پی یو اینوینتری پارت است. وقتی که یار یک جای کنیم یک کمپلیت سیستم یک مکمل کامپیوتر جور میشه برای ما که او را به نام اسمبلی یاد میکنه. این حال فرض مثال ما میخوام که یک دل آپتوپلکس 780 کوتودو سی پی یو را اسمبلی نام بتم و او را اسمبل کنم. اسمبل چی مانا؟ از اینوینتری پارت او را جور کنم. خب میام در چی در نیو اسمبلی آیتم در اینجا که آمدم میگم که یک اسمبلی آیتم جور میکنم، نام چی میتی برش نوشته میکنم که بیدر دل آپتوپلکس ببخشید آپتوپلکس 780 کور تو دو سی پی او. خب این کور تو دوش نزدیک نوشته میکنم کور تو دو سی پی او که چی شوه جای شو نامش ایر انتخاب نوشته کردم امیر کاپی میکنم و اینجا هم پیست میکنم. صحیحه اینجا این معلومات شده اینجا پیست میکنم. خب اگر شما اینمی آیتم از یک نفر مشخص از وندر مشخص ایره شما پرچیز میگین ایره انتخاب میکنم، میگم نه ایره نام برش دادم یونیت آف میزرمنتش ایچ انتخاب میکنم. صحیحه در دسکریپشنش که این معلومات است در پالوی زمیتر نوشته کنین چقدر رم داره. مثلا رمش نوشته میکنم که 8 جی بی صحیح، پروسسرش نوشته میکنم مثلا 2600 صحیحه، به مشکل هارد دیسک نوشته میکنم که مثلا 250 جی بی و اون شکل دیگه معلوماتش. خب سلز پرایسش تا وقتی نوشته نمیکنیم که بل اف ماتریال زیر ما جور نکنیم. خود ای کدام آیتم ها استفاده میشه میگم دیمی که همراه ما به در یک سی پی او استفاده میشه، به اون شکل کیبورد استفاده میشه، به اون شکل همراه ما ماوس استفاده میشه، به اون شکل دیگه همراه ما مانیتور استفاده میشه. اینم چهار آیتم وقتی که یاره یک جای کنم برای ما یک دن مکمل دل آپتوپلکس 780 کوتودو کامپیوتر جور میشه. خب این حالی وقتی که هر کدام از این آیتم شما انتخاب کردین کوانتیتیشم خودش انتخاب میشه. صحیح است
مثلا ای رو ما انتخاب کردیم یک دونه ازی یک دونه ازی یک دونه ازی خب کانتیتی یک دونه ازی هم یک دونه است به درد میخورد تایی هم یک دونه صحیح شد مکمل چقدر قیمت برای ما چقدر تمام میشه 4250 افغان اینجا نوشته میکنی که بدر ای برای ما تمام میشه به 4250 افغانی صحیح شد وقتی که ما میفروشیم به 6500 افغانی ای رو ما میفروشیم صحیح شد یعنی ای مکمل کاست از شد برای ما پر ایچ آیتم و اینی که هسته سل پرایس از ایسته وقتی که یک آیتم از ای رو ما میفروشیم بین قیمت ما ایره میفروشیم بعد از او فقط ما چی میکنیم یک انکم اکاونت اینجا به نام سلز انتخاب میکنیم که پیشتر هم شما متوجه باشین انتخاب کرده بودیم و وقتی که کاستش قیمتش نوشته میکنیم در مقابل از او کاست اف گودز سولد اکاونت انتخاب میشه وقتی که سلز شما شما پرایسش مشخص میکنیم در مقابل از این سلز اکاونت چی میشه انتخاب میشه بعد از ما شما اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردین اگنور میکنیم میره یک دونه اسمبلی آیتم امرای ما شما اضافه شده که ما بیایم در مینوی اینوینتری در آیتم لیستی شما ببینین فعلا امرای ما یک دونه اسمبلی آیتم اضافه شد بنام دل اپتوپلکس 780 کوردو سی پی او و تایپ ازی که از اسمبلی اینوینتر اسمبلی است و کانتیتی آن هند ازی که از صفر است قیمت ازی چقدر ما که میفروشیم به 6500 حالی که ما بیلد میکنیم او گاوی جدا است وقتی که ای را جول کردین حالی اگر شما بخواین که ازمی اسمبلی ازمی اسمبلی آیتم که است ما شما یک دن اسمبلی را بیلد کنیم باز میم در کجا در اینجا بیلد اسمبلی در اینجا که آمدین ایره ما شما در چی هم گفته بودیم فکر کنم در مینوی در آیتم لیست اوج هم بود خب بر صورت خیر ما میخوام که یک دن اسمبلی آیتم جور کنم اسمبلی آیتم که هستم نامش یک دن ما جور کرده بودیم به نام دل اپتوپلکس 780 یک مشتری آمد برای ما گفت که برای ما ازمی دل اپتوپلکس 780 پنج دن کامپیوتر جور کن خب صحیح است ای از چی جور میشه از اینوینتری پارت جور میشه خب ایره من انتخاب کردم من گفتم از این من میخوام که پنج دونه کامپیوتر چی کنم جور کنم اول خب برای ما در پایین معلومات میده که بیادر دی ای کس اینی اینی آیتما نیاز داری تو صحیح است اینی مشخصاتش هستن و فعلا پیش خودت که هستا از سی پی او دادن هستا 20 تن از دل کیبورد هستا 20 تن از ایستا و دادن از ایستا اینالی اون نفر که برای ما گفته که 5 دانه جور کن ما میتونیم جور کنیم بخاطر از اینکه در کدام از این کس یک دانه استفاده میشه یک اسمبلی که هست اینوینتری پارت یک دانه استفاده میشه و فعلا ما مینیمم کس ده دانه داریم مکسیمم کس 20 دانه داریم پس ده دانه میتونیم اینا رو سل کنین ما چقدر نیاز داریم مثلا ما میگیم که ما 5 دانه نیاز داریم وقتی که 5 دانه نوشته کنم بعد از تاپ کلیک کنم ده اینجا شما ببین خودش اتوماتیکلی برای ما میگه که کوانتیتی نیدد چقدر است 5 دانه است اینم 5 دانه دو اونجا میاد اتوماتیکلی صحیح شد بعد از او اگه ما نوشته کنیم که بیلد این نیو انتخاب کنیم وقتی که این انتخاب کنم شما ببین ایرم اگنور میکنم اگنور کلیک میکنم باز اگه ما بیایم اینمی دل اتوپلکس انتخاب کنم برای ما میگه که کوانتیتی آن هند از او پنج دانه تو داری بخاطر از اینکه پنج دانه را ما بیشتر بیلد کرده بودیم و اینمی کوانتیتی آن هند اینمی اینونتری پارت ها که است هم پنج دانه کم شده بخاطر از این کم شده که پنج دانه زیر گرفتم من یک پنج دانه اسمبلی جور کردم به اینام کامپیوتر جور کردم از امی اینوینتری پارت که دو نمو اسمبلی استفاده میشد او را گرفتم یک اسمبلی را بیلد کردم پنج دون اسمبلی را بیلد کردم خب آل یک شما ببین مینیمم کانتیتی آن هند از امی اینوینتری پارت به شما پنج دون است و مکزیمم 15 دون است یعنی ما میتونیم تا پنج دون جور کنیم از پنج دون بالا جور کردن میتونم اگر ما ده دون نوشته کنم این حال بیلد نیو کلیک کنم برای ما مسج میده که بیدار پرابلم به این مانه که کویک بوکس دز نات هاف انف کمپوننت آن هند تو بیلد 10 اف دس اسمبلی د کویک بوک تو اینقدر اینوینتری پارت نداری اینقدر آیتم نداری که تو داده نظمی اسمبلی رو جور کنی صحیح شد ما چه میکنم ای را پس میگم که نه پنج دن دیگر را کار دارم یا دو دانه کار دارم مثلا دو دانه که نوشته کردی هیچ مشکل نیست بیلد ان کلوز اگر کلیک کنم اسپلینگ چک اسی می اگنور میکنم شما ببینین آلا که ما بیایم د کدام جای د اینوینتری آیتم لیست بیایم د آیتم لیست امو اسمبلی ما شما که هسته اسمبلی ما فعلا اف دانه شد پنج دانه یک دفعه جور کردیم و دو دانه باز جور کردیم اف دانه شد و اینوینتری پارت ما شما ببینید از هر کدام از اف اف دانه کم شده ای ده دانه بود سه دانه مانده ای بیست دانه بود سیزده دانه مانده با مو شکل ماوس که از بیست دانه بود سیزده دانه مانده مانیتور ده دانه بود سه دانه مانده اف دانه از هر کدام از چی شده کم شده یعنی اگر تو بخوای که اسمبلی جور کنی از این قسمت اول باید نیو اسمبلی آیتم جور کنی بعد از او میتونی که اسمبلی رو بیلد کنی تا
تاکہ اسمبلی آئٹم نہ دشتہ باشی اسمبلی رجور کردن میتنی و اسمبلی آئٹم کیس با انوینٹری آئٹم جور میشه تاکہ تو انوینٹری آئٹم نہ دشتہ باشی اسمبلی آئٹم جور کردن میتنی تا وقتی کہ تو اسمبلی آئٹم نہ دشتہ باشی اسمبلی رو بلڈ کردن میتنی پس ای بود امر ما شما یک موضوع کی مربوط چی میشد انوینٹری آئٹم میشد به مشکل اگر شما متوجه شده باشین امرای ما شما از او بعد کمان دیگه کس به نام adjust quantity یا value on hand است فعلا اگر ما شما ببینیم در item list اگر ما بیاییم یا در inventory center بریم شما اگر ببینیم ما سر ار inventory که کلیک کنیم در اینجا بریم ما میگه که بدر از این CPU تو فعلا quantity available 3 دانه داری از keyboard کس 13 دانه داری مکمل معلومات بریم ما میده به طور مثال از امی مثلا دل ماوس که است پیش ما 13 دانه است 20 دانه داشتم 7 دانه زیره که است ما توسط ازو که است اسمبلی جور کردم اسمبلی رو بیلد کردم از امی 13 دانه که است وقتی که رفتم در گودام بوره حساب کردم 12 دانه بود یک دانه ایش خراب شده بود یا هر رقم که شده بود گم شده بود اینالی اگر تو ای رو میخوای ارجست کنی یعنی به این معنی که تو رفتی آدت کردی رفتی در سٹور دیدی که مثلا در گودام 12 دانه است اینجا 13 دانه رسیدن یا 13 دانه پیش ماست ای را باید در کویک بوکس ای دقیق برسانی که بهتر یک دانه از این ما لاست داریم زیست سبب با مشکل رو برو میشی یعنی ثابت باید پاک باشه به مشکل دیگه آیتم ها را اگر شما بینید مثلا پیش ما ترانسن هارد دیسک 15 دانه است در وقتی که ما رفتیم در گودام وجود دیدیم از این 10 دانه بود پیش ما ای را باید شما چی کنین ادجست کنین ادجست از کجا میشه در مینو اینونتری که شما بیاین در اینجا یک کماند است امرای ما شما ادجست کوانتیتی اور ویلیو آن هند شما میتونین هم تعداد زیرا ادجست کنین و هم پرایس زیرا ادجست کنین مثلا اینمی آیتم ترانسند که هستن برای ما بچن تمام شده برای ما تمام شده به 3500 شما ای را میخواین که برسانین که بدر ای را ما به 3500 نگرفته بودیم ای را ما به 3000 گرفته بودیم ای را میخواییم چی کنیم ادجست کنیم درست قیمت شد هم شما میتونین ادجست کنین و کوانتیتی را هم میتونین ادجست کنین به هر صورت این مثلا از پیش شما زیاد رسیده بود یا میخواین که مثلا در بازار قیمت از او پایین شده شما باید اینجا قیمتاش چی کنین تغییرات بیارین پس باید شما از طریق کماند ادجست کوانتیتی اور ویلیو آن هند شما چی کنین ادجست کنین خب ما میایم چی میکنیم در مینوی اینونتری اومدم در اینجا میگم ادجست میکنیم چی را ادجست میکنی اول در اینجا شما مشخص کنین که کوانتیتی را ادجست میکنین یا ویلی را ما یک دفعه کوانتیتی را ادجست میکنم باز ویلی را در اینجا تاریخ ادجستمنت شما انتخاب میکنین مثلا ما امروز ادجستمنت کردم میخوام ادجستمنت بکنم خب چی را در اینجا باید یک اکاونت انتخاب شده باشه شما انتخاب کنین به نام اینونتری ادجستمنت اگر باشه خوب اگر نباشه شما چی کنین او را جور کنین پیش ما به نام اینونتری ادجستمنت کدام اکاونت نیستن ما چی میکنم نیو انتخاب میکنم وقتی که نیو اومدی بای تایپ ازو که از کاست اف گود سولد باشه در اینجا اومدم اتوماتیکلی تایپش انتخاب شده که از کاست اف گود سولد نمبر نمیتونم اینجا نام میتونم برش به نام چی به نام اینونتری ادجستمنت یک اکاونت جور میکنم بعد از اوکی سیو این کلوز میگم سیو این کلوز که کلیک کردم یک اکاونت ما جور شده اینجا اتوماتیکلی و اگر اینمی ادجستمنت شما به خاطر یک مشتری مشخص میکنید میتونید اگر نه نیاز نیست انتخاب کنین خب آیتم شما از قسمت ها میتونین خودتون انتخاب کنین و از قسمت ها میتونین فاین اند سلیکت دینجا بین آیتم انتخاب کنین مثلا اگر زیاد آیتم ها باشه شما میتونین او را سرچ کنین دینجا ما میگم ما کوانتیتی را ادجست میکنم از چی؟ از می دل کیبورد ادجست میکنم و به مشکل دل ماوز ادجست میکنم که از 13 13 دانه ای نوشته شده است در حقیقت 10 دانه است 13 نیستم بعد از او اد سلیکت آیتم انتخاب کن وقتی که انتخاب کن دو نوع آیتم برای ما چی میگن اد میکنم ایره که ارد کرد برای ما میگه کوانتیتی آن هند از او در فعلا در کویک بوکس 13 13 دانه است ما میگم بیادر 13 13 دانه نیست چقدر است وقتی که ما آردر کردم رفتم گودام چه کردم 10 دانه زی بود 10 دانه زی بود خب برای ما میگه تفاوت کوانتیتی آن هند و نیو کوانتیتی که است 3 3 دانه یعنی 3 دانه کم بود شدید کم شده از میگه کوانتیتی آن هند تو خب مشکل نداره واحد اندازه گیری هر کدام میزی که است ای چیش هست ای واحد اندازه گیری وقتی که ما شما آیتم جور میکنیم در اونجا از اونجا انتخاب میشه خب بعد از او برای ما تفاوت هم نشان میده اگر تو یک آیتم انتخاب میکنی مثلا این آیتم ما کار ندارم این آیتم ما چی میکنم این رو پاک کردم صحیح شد به مشکل این طرف کلی چیزایی شما چی کردم پاک کردم ما یک آیتم میخوام ادجست کنم یک آیتم چی هست دل کیبورد هست که صحیح برتن فهمیده شد خب سی دن دی تغییرات آمد برای ما میگه قیمت یک دن ایزی که هست چقدر هستن 150 افغانیستن وقتی که تو ایر ادجست کنی دادن میشه از دادن قیمتش چقدر میشه
یکونیم هزار میشه. اگر تو ایرا نوشته کنی که 13 دن است، مثلا باز برای ما قیمت 13 دن نشون میده، ما میگیم نی ای دن است، چون وقتی که کوانتیتی کم میشه پولیش هم کم میشه دیگه. برای ما میگه که تو اگه ایرا سیو این کلوز کلیک کنی، مثلا تقریبا توتال ویلیو آف ادجستمنت، امیت ایداد که کم شده قیمت از چقدر میشه؟ 750 افغانی میشه. صحیح است، 750 افغانی میشه و ادجستمنت که کردی یک دن آیتم تنوس فعلا ادجست کردی تو ایجا، یا ادجست کدا رئیسی را ادجست میکنی. اگر دو دن انتخاب کرده باشی ایجا تعداد آیتم را برای ما نشون میده. ده اینجا میتونی یک میمو نوشته کنی، مثلا انوینت نوشته میکنی که انوینتری ادجستمنت صحیح است دو تو لاس، صحیح است لاس نوشته میکنم. بعد از او سیو این کلوز کلیک میکنم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم، شما ببینین ازمی 13 دن دادن جور میشه. و بعد از او ایره که ما سیو این کلوز کلیک کردم، ما میایم ده اینمی آیتمی که ما ادجست کردم. بیشتر اگر شما متوجه باشین کدام آیتم بود که ما او را ادجست کردیم، خب دل ماوس بود، نه ماوس نه کیبورد بود. اینال شما ببین کوانتیتی اویلیبل، کوانتیتی پیش ما چقدر است؟ 10 دن است. و ده اینجا در ریکارد برای ما نشان میده که بیادر اول پیشت فرض مثال از امی آیتما که است تقریبا اماونت 3000 افغانی بود، بعد از تو اسمبلی جور کردی قدر کم شده، بعد از مثلا دیگه از 3000 دیگه کم شده، فعلا انوینتری ادجستمنت کردی اینقدر. اینمو ترانزکشن هایشون نشون میده برای ما. اگر تو میخوای دقیق راپور ازی داشته باشی، باید در ریپورت بیای، در ریپورت که آمدین دینج د انوینتری د فیزیکلی انوینتری ورکشیت دینج بین دینج که آمدین دینج آل ما انتخاب خوب تیار انتخاب شده گیست. برای ما میگه که دل کیبورد پیش دادن است. چرا دادن است؟ سر ازو دبل کلیک کو، برات میگه اول شما بینمی تاریخ تقریبا 20 تا داشته ازی، بعد از این 20 تا 5 دانه کم شده یک اسمبلی رو جور کردی، باز بینی تاریخ که از دو دانه دیگه کم شده به خاطر یک اسمبلی رو شما بیلد کردین، و بعد 3 دانه که از ادجستمنت کردین، شما انوینتری ادجستمنت کردین 3 دانه کم شده که 5 2 3 چند میشه 10 دانه. از 20 که دابر چقدر میمونه؟ 10 دانه میمونه. یعنی توتال می انوینتری آن هند ما شما دل کیبورد که از چقدر است؟ 10 دانه است. د اینجا برای ما دقیق راپور میدن. مثلا به مو شکل اگر سی پی یو را ما دانه سر بگیریم، سی پی یو چرا سه دانه است؟ سر ازی کلیک کو بیادر برای ما میگه که اول ده دانه بود ازی، باز ایره شما یک اسمبلی جور کردین 5 دانه ازی کم شده، باز اسمبلی دیگه جور کردین اسمبلی آیتم، باز دو دانه دیگه کم شده، به او خاطر پیشتان 3 دانه است. یعنی دقیق راپور اگر شما بخواین از هر آیتم شما باید د مینوی ریپورت بین و د اینجا د انوینتری د فیزیکلی انوینتری ورشید د اینجا برات نشون میده و د اینجا انوینتری والویشن دیتیل د اینجا برای ما نشون میده. دیگه اگر شما خواسته باشین که کوانتیتی را ادجست کنین، از آیتما را انوینتری آیتما از این طریق میتونین. به مو شکل اگر خواسته باشین که ویلیو را ادجست کنین، مثلا این دفعه ما میخوام د پول مثلا زیاد شده کم میکنم یا کم از زیاد میکنم، میام د توتال ویلیو، د توتال ویلیو که اومدی میخوام که ویلیو را ادجست کنم، تاریخش انتخاب شدگی است، اکاونت انتخاب شدگی است، د اینجا ما میام یک آیتم انتخاب میکنم، میگم ما مثلا ترانسنت هارد دیسک انتخاب میکنم، 15 دن ازی دارم، قیمتی 15 دنش 52500 افغانی است. صحیح است؟ ما میگیم که بیادر ای اصلا ای 15 دن را ما به 52500 افغانی نگرفته بودم، ای را ما گرفته بودم تقریبا با 45000 افغانی. 45000 را که نوشته کنم، اینمی 45000 تقسیم 15 میکنه، برای ما نشان میده که یک دانش فعلا یک دانش برای ما به 3500 تموم شده. اینا اگه 45000 نوشته کنم چقدر میشه؟ علی اگر شما بیاین د پوین برای ما میگه که 45000 که شما در نظر بگیرین دانش به 3000 به تو تمام میشه. صحیح است، 15 دانه دانش 3000 مکمل چقدر میشه؟ توتال ویلیو ازی 45000. و د اینجا برای ما نشون میده که چقدر تفاوت آمد در قیمت از بین ازی و ازی، چقدر تفاوت است؟ برای ما میگه 7500 افغانی. حالا اگر ما ماشین حساب بگیریم، شما ببینین از 52500 افغانی اگر ما منفی کنم 45000 افغانی چقدر میشه؟ تقریبا 7500 افغانی میشه. این امو تفاوت به اساس پول است و ده اینجا هم که است، چون ما خودمون نوشته کردیم این را در نظر میگیره، باز تفاوت به اساس پول برای ما نشون میده. و ده اینجا تعداد آیتم را که من انتخاب کردم او را برای ما نشون میده. برز ما چی کلیک چی میکنم؟ سیو این کلوز کلیک میکنم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین، شما بیاین ده اینجا امو ترانسنت هارد دیسک شما ببینید 1 تی بی را، قیمت 15 دانه خواسته، خب قیمتش چی شده؟ ادجست شده. و ادجستمنت که ما کردیم چقدر تفاوت ده اومده؟
د 7500 افغانی تفاوت آمد. اول ما اینقدر بود قیمتش، بعد از او 7500 افغانی چی شده؟ کم شده. در اینجا برای ما نشان میده برای ما که اول که مثلا کاستش چقدر بود؟ مثلا به 3500. حال چقدر شده؟ 3000 افغانی شده. سعی سیلز پرایس چقدر است؟ 3800 افغانی. خب این بود اگر ما شما خواسته باشیم که ویلیو را ارجست کنیم. اگر دویش را میخواین ارجست کنیم، باز میم در مینو اینونتری ارجست کانتیتی اور ویلیو آن هند. در اینجا ما این دفعه چه میکنم؟ میگم ام کانتیتی ام ویلیو ار دویش را ارجست میکنم. خب از کدام آیتم میگم؟ این دفعه ما میخوام که از امی یوز بی را دادن کس اینا میره، ما چی میکنم؟ ام ویلیو ام کانتیتی ار دویش ارجست میکنم. خب در اینجا برای ما میگه که بهتر اینمی آیتمی که تو انتخاب کردی دادن پیشت است. ما میگم که ازی 15 دانه است، دادن نیست، اشتباه شده بود، دادن نیست، 15 دانه است. خب total different quantity difference چقدر میه؟ 5 دانه میه. خب new value ازی چقدر میشه؟ new valueش برای ما میگه که اینقدر میشه. این هدف ایست که بیادر که مکمل این 15 دانه چقدر میشه؟ 3750 افغانی میشه. ما میگیم بیادر این 15 دانه که هستن، 15 دانه 3750 افغانی نمیشه، این 4500 افغانی میشه. این حال چی میکنه؟ 4500 افغانی رو تقسیمی 15 میکنه، برای ما نشان میده که یک دانش اوریج کاست پر آیتم چقدر میشه و توتل ویلویش چقدر میشه. وقتی که او را ما کلیک کنیم پایین بیایم، باز اونجا برای ما میگه دانش به تو به 300 تمام میشه و توتل ویلیو ازی چقدر میشه؟ 4500. یعنی این طریقی ارجست کردن ام از ویلویش است، ام از کانتیتیش است. کانتیتیش هم ارجست کردم و پولش هم ارجست کردم. این حال وقتی که ما سیو این کلوزی را کنم، آله باز بیم در اینونتری سنتر بیم، شما اینجا ببینین روی نمی آیتم اگر من کلیک کنم، برای ما میگه که اوریج کاست ازی چقدر هستم؟ 300 افغانی است و کانتیتیش چقدر شده؟ 15 دانه شد. آله اگر ما بریم در ریپورت، در ریپورت اینجا بیم در اینونتری، در فیزیکل اینونتری ورکشیت بیم در اینجا و روی نمی ترانسنت هاردسک کلیک کنیم، ترانسنت یوز بی ایره که دبل کلیک کنم، برای ما میگه 15 دانه است. چرا 15 دانه است؟ ایره دبل کلیک کنم، برای ما میگه که اول پیش 10 دانه بود، باز تو ارجسمنت کردی، دو ارجسمنت که است تقریبا 5 دانه اضافه شده، به خاطر پیش 15 دانه است. دیگه ای بود دوستا طریقی ارجست کردن ام ویلیو و ام کوانتیتی. بعد از او امرای ما شما سایکل کاونت است که این سایکل کاونت کمان که است با کویک بوکس آنلاین اکاونت هم کار میکنه. دیگه او نیاز نیست که دیگه ما شما کار کنیم. کالکولیت لندد کاست که است و به مشکل ترن ادوانس انوینتری که است. اینمی کمانت در حقیقت هم مربوطی ادوانس انوینتری میشه. ادوانس انوینتری که است موضوع جداست، باز روی ازی ما شما صحبت میکنیم که اصلا در حقیقت ما شما اگر بیایم در مینوی ادیت در پریفرنس در آیتم این انوینتری در کمپانی، در اینجا برای ما شما یک کماند است به نام ادوانس انوینتری سیتینگ که باز ایره بخیر اگر وقت بود فرصت بود انشاءالله ما شما این مسائل زیادتر شد اونایی که مهم است صحبت میکنیم. کماند دیگه که امرای ما شما است کریت پرچیز آرڈر، ایره ما شما به تفصیل صحبت کرده بودیم. ریسیو آیتم ما شما به تفصیل صحبت کرده بودیم. فیزیکلی اینونتری ورکشیت برای ما نشان میده که فعلا چقدر اینونتری پیش ما شما است، یعنی راجع به اینونتری الف تا مکمل راپور برای ما میده. مثلا سی پی یو 3 دانه است، چرا 3 دانه است؟ کلیک کو میگه اول 10 دانه بود، 5 دانه را شما بیلد اسمبلی استفاده کن، باز یک آیتم دیگر اسمبل کردی، دو دانه او استفاده شد که 3 دانه پیش مونده. به مو شکل هر کدامش دقیق راپور برای ما میده. و بعد از اینکه اسمرای ما شما ترن آن ادوانس انوینتریز که ما شما گفتیم که رفوز بدن ما شما میخوانیم، چینج آیتم پرایس ما شما در مینوی کستومر در اینجا صحبت کردیم که ای و ای کماند یکی است، ایش تفاوت نداره. دیگه دوستا ای بود درسی امروزی ما شما. دیگه اگر خواسته باشین شما که مکمل آموزش های کمپیوتر ما که ما جور کردیم شما به او دسترسی داشته باشین، ما در یوتیوب چنل دارم به نام محمد اسلام صاحبزاده. ایره که در یوتیوب نوشته کنین این چنل ماست، روی ازی کلیک کنین، بعدش بیاین در پلیلیست. در اینجا تمام آموزش هایی که ما جور کردیم به شکل پلیلیست ما ایره تنظیم کردیم، شما میتونین آموزشی دلخواهتان رایت کلیک کنین، در لینک ناو باز کنین، او را از امی طریق شما دانلود کنین، ام دیده میتونین، ام دانلود کده میتونین. اگر کدام نظر داشتین میتونین که نظر تا با ما شریک کنین. ویدیو را اگر خوش آمد لایک کنین و موضوع دیگه از یادتان نره که با وقتی که چنل ام باز کردین خود سبسکرایب کنین که هر ویدیوی ناو که ما جور میکنیم به شما یک نوتیفیکیشن بیایم. این چنل ما با دوستایتان شریک کنین. اگر خواسته باشین که از طریق صفحه فیسبوک و یا هم اکاونت فیسبوک با ما در ارتباط باشین، در اباوت بیاین، در اینجا که آمدین
ای صفحه فیسبوک ما سیر رایت کلیک کنین اوپن لینک این نیو تاب انتخاب کنین ای صفحه فیسبوک ما است که باز میشه برتون ای را لایک کنین از طریق از ای صفحه هم شما میتونین با ما در ارتباط باشین به مشکل اگر خواسته باشین که مثلا از طریق فیسبوک اکاونت ما با ما در ارتباط باشین ای را کلیک کنین ای لینکی که باز میشه ای اکاونت اصلی فیسبوک ما است در ای اکاونت هم میتونین شما از طریق از ای باری ما موضوعات که شما علاقمندشان هستین یا مثلا شما میخواین که آموزش زور ما داینده برتن جور کنم و یا کدام سوال داشتین از این طریق هم میتونین که موضوع را با ما شریک بسازین.